آقای مقایسه، سوال امروز مردم در مورد بدنه خودروهای جدید مثل تاراه که فرو میره و خیلی از مردم میگن حلبی شده، آیا شما این نظر رو دارین یا به نظرتون؟ ببین، اولین موردی که خدمت شما عرض کنم عمومه، خودروهای اکونومیک یا اصلا خودروهایی که حتی بگیم لاکچری‌ان، همین ضخامت حدوداً 6700 و 7000 داره. ورقاش هم ورقاییه که قابلیت کشش باید خوب داشته باشن. این اولین موضوع. ولی خودروهای آفرودی مثلا مثل لند کروز تا 8 هم میره. آره، خودرو 8 هم میره و نوع طراحی سطوحش هم طوریه که فرو رفتگی، خب اون خطوط طراحی، خطوط شخصیت طوریه که این قابلیت فرو رفتن رو نداره، مثل خودروهای مثلا لکسوس یا همین تارا اینا. بعد از جمله برای این خودرو، این تست پدسترین یا عابر پیاده برای درب موتور اگر بخوایم، این اشکالی نداره که فرو بره باز دوباره برگرده. ولی مردم میگن خب سقف چطور، در چطور، چون اینا هم فرو میره. سقف بعد ببینیم کدوم قطعه هست. آیا ما سقفی که دست میزنن فرو میره؟ خب اون هم، خب باز همون بحث باید یا اون خطوط طراحی طوری باشه که این مشکل حل بشه، یا خب مثل خیلی خودرو این مورد هم داریم دیگه، خودروهای خارجی هم این مورد رو داریم که بله فرو رفتگی داره. مهم چیه توی ایمنی خودرو؟ مهم این بدنه هست یا اون استراکچر؟ ببین، استراکچر مهمتره، قطعات پلتفرمی مهمتره برای تقویت. همونجا ما با هم صحبت کردیم در رابطه با نوع ورقایی که استفاده میشه، ورقای دی پی دو آلفاز، ورقای چیزی که ولوو رو ولوو کرده دقیقاً چیه؟ ببینید ما این قطعات هاتستم از سال 2000 بحث تکنولوژیش معرفی شد، تقریبا از 2004-2005 ولوو شروع کرد قطعات هات استمپ استفاده کردن به عنوان اولین خودرو ساز. خب هر حال ایمنی خودروهای ولوو به خاطر استفاده از ورقای هات استمپ خب خیلی عالیه، خیلی عالی. اونا تکنولوژی رو اونا آوردن، زیاد وقتی هم نیستش که عمومیت پیدا کرده، چیز حدود 15 سال نهایت. ولی الان بیشتر خودروسازهای جدید دارن دو آلفازا استفاده میکنن، دو فازی استفاده میکنن. دو فازی، ببینید باید ترکیبی اون خود، مثلا ولوو ترکیبی از دو آلفاز و هاتستم. بعد خود قطعات هاتستم اینجوری نیست که فقط 1500 مگاپاسکال دیگه بالاترین چیزا، اینا در حقیقت با توجه به اون متالورژی، اون چیز شیمیایی که داره، بعضی کد فولادا اصلا تو محدوده 900 مگاپاسکاله ماکسیموم تنش تسلیمی که میدونه داشته باشه تو قطعات هاتستم. یه سری کد فولادی هم از تا 1500-1700 مگاپاسکال رو میتونه تحمل. حالا ما مشکلی که داریم تو صنعت فولاد خودمون اینه که مثلا فولاد مبارکه اگر حتی این ادعای آخرش درست باشه که تونسته فولادهای استکان بالا تولید کنه، نهایت تا 590 یا 600 مگاپاسکال رو میتونه تحمل کنه و ما 790-800 رو نداریم، درست میگم؟ خب یک، باید فولاد سازن مشتری به اندازه کافی یه جنسی رو بخواد، یعنی سفارش گذاری داشته باشه. اینا نمیتونن که مثلا بیان آقا مثلا برای 20 تن سفارش بیان یه گرید فولادی رو بزنن. خب الان مثلا توی ریرا، خب الان قرار تو ریرا از 790 استفاده بشه، توی تارا 590 استفاده شده، اینا وارداتی، یعنی به خاطر اینکه فولاد سازمون نمیتونه بده، همه رو دارن وارداتی. ما خیلی از ورقا رو داخل نمیتونیم تولید کنیم دیگه. اینا مثلا برای شاهین چطور؟ برای شاهین هم خب همینطور دیگه. شاهین همین. کجاهاش از فولاد استکان بالا استفاده شده؟ نمیتونه. یعنی شاهین هم اگه از فولاد استکان بالا استفاده کنه مجبور به واردات. بله. این خودرویی که الان کنار ما هست بدنه کناریه یا بادی ساید ریرا هست، محصول جدید ایران خودرو که روی همون پلتفرم تارا یا پژو 301 توسعه پیدا کرده. بدنای خودرو ما باید ببینیم چه ورقای عموما استفاده میشه. چند تا ورق در حقیقت خیلی معروفه که تو صنعت خودرو، تو صنعت دنیا استفاده میشه. ورقایی که میگن دی 01 تا دی 06، دی 01، دی 02، دی 03، دی 04، اینا میشه مثلا استی 12 تا استی 14. عموما اینا توی صنعت فولاد ما الان تولید میشه. تو فولاد مبارکه ما ورقای استی 12، استی 13، استی 14 رو تولید میکنیم. استی 14 همون دی 04 و در نهایت تا دی 06 هم عنوان میشه که تولید میشه. اینا البته بنا به سفارش در حقیقت مشتریه که فولاد ساز ما میاد تولید میکنه. اینا میشه عموم ورقای مصرفی که از قدیم بوده. یه سری ورقا هم هستش به اسم بیک هاردن که در اون بغل ورقای بدنه است،
که میاد استفاده میشه. بعضی از محصولات خودرویی ما از این ورقا هم استفاده میشود. اینا به این صورته که بعد از این که در حقیقت کشش میشه توی کوره رنگ، کوره سیلر پخته رنگ، حدودا 50 الی 60 راکفل سختیش اضافه میشه. اگر مثلا فرض کنید با 220 راکفل باشه تنش تسلیمش، این توی کوره رنگ تا 260 راکفل سختی میگیره. واسه همین بعضی بدنهای خودرو رو که میبینید اگر با یه جئومتری باشه، بیک هاردن باشه، یه خورده فرم دفرم شدنش کمتر میشه. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اون سختی بیشتری که تو مرحله کوره سیلر حدوداً ایج میشه ورق ما، 60 راکفل سختیش میره بالا. ما داریم ولی ما ورقای بیک هاردن رو توی کشور تولید نمی کنیم، اینا وارداتیه. یعنی الان ورق تارا داره فیس دادن فعلا در رابطه با ورق فیس، منم در مورد همون فیس تولید صحبت می کنم. ورق بدنه تارا یعنی داره وارد میشه اگر بیک هاردن باشه؟ حتما خودشون ادعا میکنن بیک هاردن، اگر بیک هاردن باشه باید وارد بشه. ما همین ریرا چطور نداریم؟ بدنه ریرا هم اگر بیک هاردن باشه بدنه. خب ببینید شما به اندازه 50 راکول ورق بیک هاردن که توی همون قالب میره، خب جفتش یه خصوصیاتو دارن نسبت به دیسف فرض کنه 6، شرایط تولیدش یکی، یعنی توی یه قالب میشه. ولی وقتی که میره توی مرحله حضور شما عرض کنم پخت سیلر، حدودا ایجینگ میشه و 50 راکول سختی میگیره. خب یه خورده کیفیت از نظر دفرمگی بهتر میشه تو ورق بیکاردن. توی خودروهای تولیدی ایران خود رو بعضی ورقا بیکاردن هست، ولی من حقیقت نمیتونم بگم که کدوم خودرو رو بیکاردن داریم. ولی تولیدات حالا ولی الان مردم دیگه دیدین که ناراضی ان، دست میزنن بدنه میره تو اینا. ببینید ما یه چیزی ایراد از کجاست؟ نه دو تا، ما جئومتری قطعه ام اگر جئومتری مناسبی طراحی شده باشه، فرم خطوط طراحی مثل خطوط شخصیت اینا توی استایل درست انتخاب شده باشه، احتمال اینکه فرو رفتگی کمتر باشه خب وجود داره. ما تو خودروهای خارجی، خودروهای به روز دنیا هم میبینیم این فرو رفتگی رو داره، ولی فرو رفتگی که میره داخل بعدم خارج میشه، یعنی چیزی نیست شرایطی برای قطع خودرو مشکلی ایجاد بشه. اینو داریم، این طبیعیه که این شرایط رو داره. خب الان داره تو خودروهای مثلا مثل ریرا و تارا از فولاد دو فازی، فولاد استخدام بالا استفاده میشه. اینجا فیس رو برد کردیم، گفتیم ما یه سری ورقای بدنه فیس رو داریم که باید شرایطی داشته باشه که کشش عمیق خوبی توی قالب داشته باشه، ولی وقتی کیفیت سطح مناسب که رنگ دچار اعوجاج نشه بعد از رنگ زدن، اینا میشه قطعات فیس. ولی وقتی که میریم تو قطعات اینر آندربادی، خب اونجا باید ورقای با استحکام بالا استفاده کنیم، ورقای مثل دوال فاز، ورقای HLE، ورقای حضور شما عرض کنم هاتستم، اونا میشه یه بحث جدید که اینا تا چقدر میتونه دوام داشته باشه، چقدر ایمنی خودرو رو میبره بالا، که دونه به دونه باید در رابطش صحبت کنیم توضیح بدید. خب ببین ما ورق دوال فاز، اون چیزی که من میدونم به تازگی فولاد مبارکه ورق دی پی 590 رو تولید کرده، خودشون میگن به عنوان دی پی 600. ما یه رنجای داریم، دی پی 590، دی پی 790، دی پی 900، یه همچین حالتی در حقیقت اون میزان تنش تسلیمی که میتونن این ورقا تحمل کنن. علاوه به تازگی دوال فاز ورق دی پی 600 رو تولید کردن، خودشون اینو اظهار نظر میکنن که ما تولید کردیم. خب باقی ورقا اگر در حقیقت مثلا دی پی 790 که ما توی خودروی تارا داریم، تو خودروی ریرا و خودروی این دوتا خودرو داریم که اومده مثل قطعه بی پیلار اومده، دی پی مثلا 790 هم استفاده شده برای خودروی ریرا که خب استحکام قطعه رو میبره بالا. ما یه ورقای استحکام بالا، ورقای هات استمپ هم داریم، ورقایی که برداره، اینا شرایط ایجاد میتونه بشه تو بعضی ورقا، بعضی جنسای ورق هات استمپ تا 1500 مگاپاسکال رو میتونه. دقیقا ولوو از همین ورقا تو ستوناش استفاده میکنه که اون امنیت رو داره. 22 MN 5 بور تا 1500 مگاپاسکال دوام میتونه نسبت به
ضربه تحمل داشته باشه. چرا ما از این ورق ها برای شاسی و سرستون و جاهای حالا حساس استفاده نمی کنیم؟ ما هنوز خط هات استنب تو کشور نداریم. خط هات ورق قطعات تولید در هات استنب به این صورته که اون بلنک اولی که میخواد بره توی قالب میره توی یه کوره ای تا دمای 900 تا 950 درجه برای اینکه بخوایم بیشترین تحمل تنش رو داشته باشیم گرم میشه. به اندازه محدودی حالا 20 دقیقه حالا اون دیاگرام فولادش رو باید بررسی کرد. بعد وقتی که تو قالبی گذاشته میشه هم همزمان فرمدهی میشه هم همزمان آبکاری میشه. این ورق تا 1500 مگاپاسکال این قطعه تنش تسلیمش میشه. حالا برای اینکه مخاطبا بهتر بفهمن فرق این فولاد دو فازی که الان داره توی تارا استفاده میشه با این چیزی که شما دارین میگین چقدره؟ من فکر کنم دو فازی 700 800 باشه اون 1500. ببین دو فازی ها ما ببین اینا شماره فنی داره، دی پی 590 دی پی 790 که عموما تو صنعت خودروی ما داره استفاده میشه که گفتم وارداتیه. الان فولاد مبارکه به هر حال عنوان میکنه که من دی پی 600 رو به تازگی تولید کردم، بنا به سفارش مشتری میاد اینو تولید میکنه. 600 تا میتونه آفرین. ما دی پی 790 داریم، از جمله توی ریرا اومدیم حتی دی تی بی 790 هم استفاده شده ولی تو تارا نبوده. خب اینا شما نمیتونیم بگیم که کدومش جواب میده، میاد تحلیل روک باشیم دیگه با مردم دیگه. یعنی تو تارا ما از دی پی 600 استفاده کردیم، توی ریرا اومدیم 790. اینو نمیتونم اظهار نظر کنم، این میشه محاسبات فنیه. شما نمیتونید بگید که حتما وقتی که میره استحکام بالاتر رو میتونه تحمل کنه، حتما کیفیت خوبی داره. ببینید ما ببینید مثلا الان ولوو از همون ورقای 1700 مگاپاسکالی استفاده. ببینید تو همون ولوو خب وقتی هات استم میشه این قابلیت ایجاد میشه، مثلا بی پیلا رو خب اون محدوده ای که با سرنشین مرتبطه توی قالب شرایطی سخت میشه، اینجا 1500 مگاپاسکال تحمل فشار میکنه، اون جاهایی که باید بیاد دمپ بکنه حضور شما عرض کنم ضربه تصادفو میاد فرو میره، مثلا اون عوض 1500 مگاپاسکال نوع سختکاری توی قالب همزمان که فرمدهی میشه سختکاری مناسب خودش هم با توجه به مسیرای خنک‌کاری میاد اینجا مثلا عوض 1500 مگاپاسکال پایینش که میتونه بره توی صندلی، تو پایین صندلی میاد مثلا فرض کن 600 مگاپاسکال. یعنی ما تو هات استم شرایطی رو میتونیم داشته باشیم یه قطع از توی یه قالب این تولید شده یه محدودش 1500 مگاپاسکال تحمل تنش داده، یه محدودش میاد 600 مگاپاسکال. این خیلی تاثیر داره واسه همین دیگه احتیاج به جوشکاری و اینا هم نداره. چون الان مثلا توی تارا و ریرا ورقا رو دارن با زخامت های مختلف دو فازی رو با هم جوش میدن، تو دنیا این کار استفاده میشه. یعنی یه تکنولوژی ورقای تی دبلیو بی خب پیروبلنگ یه تکنولوژیه که ما دو زخامته داریم، یه قسمت نیاز هستش که استحکامش بالاتر باشه، یه قسمت استحکام، یعنی اونجا که استحکامش بالاتر باشه بعد زخامت بالاتر انتخاب میکنن، اونجایی که زخامت پایینتره خب استحکام کمتری رو بده. اون هم باز یه تکنولوژی. ولی همه اینا پشت این بادی سایده که داریم نگاه می‌کنیم، این بادی سایده فقط تا 250 تا رو میتونه تحمل کنه. خب این ببینید شما اینجوری نبینید که این آقا این بدنه خب وقتی که با این شرایط شما عمق کشش عمیق داری، نمیتونی با اون ورقی که 200 مثلا 750 مگاپاسکال 790 اصلا تو قالب تولیدش کنی، شدنی نیست. ما ورقی که مثلا میاد دی پی 790 میشه شرایط قالب سازی، شرایط اسپرینگ بکی که داره اینقدر مقاومه که اصلا خم نمیشه، سخته. آفرین، خیلی سخته. اینا پیچیدگی ایجاد میشه، یعنی اصلا خود هم تولیدش هم سایش ابزارش دی پی 790 نسبت به فرض کن ورق ST14 اصلا فوق‌العاده عجیب قدیم. من میخوام خلاصه کنم، یعنی خودروسازا برای اینکه بتونن بدنه خودروها رو بیان به یه شکلی در بیارن که شکل پذیر باشه، قشنگ باشه، عضلانی باشه و از یه طرف دیگه ضربه رو بگیره، ورقای استفاده میکنن که مثلا تا 250 مگاپاسکال میتونه تحمل کنه، ولی پشت این مهمه که شاسی و گارده چی باشه. حالا یکی اینجاست که بحث مهندسی درست انتخاب شدن خیلی اهمیت پیدا میکنه. بعد جمله ببینیم ما تو خودروساز نمیتونیم اینقدر مثلا بیایم نسبت بهش حساس باشیم که چرا اینقدر، چون باید ورقو وارد کنیم.
ما صنعت فولادمون همینی که داریم 1,800,000 تن. این ورقا رو هیچ کدومو نمیتونه بزنه، حتی ورق ریرا و تارا. ببینید راستشو بگین دیگه، ورق ریرا و تارا رو چرا؟ یه سریاش خیلیاشو میزنه، تقریبا شما 70% قطعا میزنه.